Sevdaliza. تو خونه مثلا همسر چی صدات میکنه؟ همینجوری سفدالیزا صدات میکنه؟ سفدا صدات میکنه. خب اسم اصلی اشکال داره بپرسم؟ میگی یا اسم سفدا هستش؟ سفدالیز سفدا. لیزا چیه؟ لیزا خودم احساس کردم که یه کامبینیشن قشنگی هستش. قشنگ یعنی به فامیلیت ربطی نداره یا بخشی از فامیلیت نیست؟ سفدالیزا. بله. چه باحال، چه اسم قشنگی و چه ترکیب جالبی هم از کار در اومده. خیلی خوبه. این نکته رو من بگم، سفدا خودش یه خورده احساس میکنه چون فارسیش خوب نیست، هی با تومنینه و صبر و آرامه صبر میکنه پیدا بکنه اون کلمه فارسی رو، چون گفت من میخوام تمام مصاحبه رو به فارسی صحبت بکنم، با کلمه انگلیسی یا حتی غیر انگلیسی، هلندی صحبت میکنین دیگه؟ بله هلندی. و موفقم بودی، خیلی هم خوب صحبت میکنی. برای من خیلی مهم هستش که ما شما ایرانیان دیاسپورا، ایرانیای خارج، بله، خب برای ما خیلی مهمه که کلتورمون رو با فرهنگ تو ریشت در واقع، بله، دارم بیشتر آشنا میشی، آشنا میشم و بیشتر دارم عشق خود توی فرهنگ خودم رو پیدا میکنم. و این حالا تازه عشق رو ندیدی از امشب، بچه ها آبروداری کنید، یعنی یه کاری کنید عشق به معنی واقعی رو ببینه و کلا این هلندیا رو از لحاظ عشق بذاره کنار. حالا سفدالیزا برین سراغش. خب تو یکی از موزیک ویدیوهایی که داری، بله، از بچگیت خیلی خاطره قشنگی رو نشون دادی، بله. این نشون میده که خب تو خیلی وابستگی زیادی داری به فرهنگت و بله. پدر و مادر. از اون دوران بچگیت بگو، کجا بودون؟ خب این و چرا آوردیش تو ویدیو، تو موسیقی؟ من خواستم نشون بدم که منم مثل همه یه دختر کوچولو بودم، به دنیا اومدم. آلبوم جدیدش هم اتفاقا در رابطه با خشونت علیه خانم هاست و اتفاقا آلبوم رو من اینجا دارم. از نظر تصویری، موسیقی، این آلبوم که البته این صفحه و این تمام هنرمندان خارجی اول صفحه رو منتشر میکنم، بعد یواش یواش میاد روی آیتیونز و دیگه اسپاتیفای و جای دیگه. این آلبوم هست که توی تصویرم که مشاهده میکنید، چه خوبم گیریم شده اینجا اگه باقی نباشه و خیلی خوبه. راجب این آلبوم برامو صحبت کن. این آلبوم دومی هم هستش، اسمش شبرنگه و سه و نیم سال فکرم کار کردم روی این آلبوم. سه و نیم سال خودم، بله، خودم بیشترین پروڈاکشنشو خودم کردم. من با یک نفر با همدیگه همه موزیکو درست میکنیم، هر دوتامون پروڈاکشن میکنیم و من آهنگا رو مینویسم و ارینج میکنم. And, خب آلبوم دومی همه برای من خیلی مهم بودش که ستایلی که خودم دیولپ کردم میخواستم که توی آلبوم تو این آلبوم یعنی مثل گل بیاد بیرون. اسمش هم به فارسی انتخاب کردی؟ بله. اسمش هم به فارسی انتخاب کردی؟ بله. دوتا از آهنگ ها هم، بله، مثلا گل بی گلدون، بله، یکی از آهنگ های، بله، این آلبوم هست که، بله، یکی دوتاشو واقعا خیلی جالبه، خیلی، خیلی عالیه. و بسیار این مال ماست دیگه. بله، بله. نبودم ما میگرفتیم به بله برام فرق نمیکرد، الان میگم مال شما نیست، ما برام به زور که شده این رو بر میداشتیم، چون توش هم صفحه هست، هم آلبوم هست، هم عکس هست، هم بذار عکسارم نشون بدم، عکسای مختلف آلبوم هستش که توی این برای طرفدارانش گذاشته. هنرمندان ایرانی کدوم یکی از هنرمندا رو نمیتونم بگم ازشون الهام گرفتی، کدومشون رو دوست داری؟ گوگوش. گوگوش اصلا فکرم نکرد. نه گوگوش اصلا به من یه احساس خیلی مخصوصی میده،
چه زنیه. واقعا. واقعا. برای گوگوش عزیزم. امیدوارم که همیشه برامون بخونن و ما لذت ببریم و پوز بدیم. میتونی آهنگ گوگوش هم بخونی؟ واقعا؟ امروز آهنگی که میخونم It's a rendition of Gugush, her song. به به. توی آلبوم هم هستش. گل بی گلدون. گل بی گلدون در واقع همون آهنگی که من دست گذاشتم روش. ببین من چقدر آدمه. ارنجمنتشو عوض کردیم و از منیجمنت گوگوش هم پرسیدیم که اجازه داریم و گفتن خب بله اجازه داریم. چه عالی. پس حتما امروز این آهنگ رو هم میشنویم. ولی خب قبلش ما معمولاً اهل ورزش که بودی دیگه، بسکتبالیست بودی اتفاقا، ما هم همونو برای در نظر گرفتیم. همراه ما باشید.